چطوری مچه ها؟ از من ایکشا و خیلی خوش اومدید به قسمت نهم مسابقه خانندش. یه قسمت دیگه مونده تا آخرین قسمت خواننده شو، یعنی دوره اولش، بعد میریم برای قسمت بعدی، بعدش هم که دیگه تموم میشه و ببینیم کی برنده میشه. نظرتون کی برنده میشه؟ نمیدونم. حتتون تو کامنت بنویسید. یادتون نره اگر از این ویدیو خوش اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، اینستاگرام رو فالو کنید. اسپانسر و تهیه کننده برنامه‌مون یعنی شرکت مستر تیوب فراموش نکنید. به شدت بهتون پیشنهاد میکنم از دوره یوتیوبر هوشمند استفاده کنید. اگر میخواهید یوتیوبر بشید، اگر میخواهید کسب درآمد دلاری بکنید، حتما بهتون پیشنهاد میکنم یه سر به دوره یوتیوبر هوشمند بزنید. با کد تخفیف من یعنی نیکشاکی رو صفحه میبینید میتونید 30% تخفیف بگیرید و قیمتش خیلی کم میشه و خیلی به نظرم خوبه. تمام راه‌های ارتباطی با مستر تیوب هم داخل دیسکریپشن هست. در ادامه هم یه سری توضیحات در رابطه با مستر تیوب و خدماتشون زیرنویس میشه براتون، حتما ببینید و استفاده بکنید. بریم سراغ ویدیو. مثل تو نمیشم، نمیخوام، نمیشه، نمیشه، دلم از دل سینه میشه. قلبی که ترک خورده بمونه پیشه، اینجوری دلش واسه تو تن نمیشه. مثل تو نمیشم، نمیخوام، نمیشه، نمیشه، دلم از دل سینه میشه. قلبی که ترک خورده بمونه پیشه، اینجوری دلش واسه تو تنگ نمیشه. نمیشه لا 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 لا. آفرین، خیلی قشنگ بود. با اینکه خیلی فست بود و مترونومت خیلی زیاد بود، خیلی خوب از پس تحریر رو بر اومدی. اولیشو که دوست داشتم، ولی یاد باشه که رو نفسگیریت حتما بیشتر کار کنی، چون میدونم البته سخت بود دیگه، بخاطر اینکه مترونومش زیاد بود، داشت سری میرفت، باید جمع میکردی کارو، ولی خب میتونستی بدون ضعف تنفسی درش بری. بریم نفر بعدی. هوا تو دارم، میشه بگی دوباره به هم عزیز جونم، توی تموم دنیا، توی همه وجودم. کاشکی میشد ببینم دوباره، کاشکی میشد بارو نباره، کاشکی با تو زیر بارو نبودم، حالا بارو تو رو یادم میاره، تو رو یادم میاره، تو رو یادم میاره. رنگ صدات خوبه، زیبا میخونی و خواننده نوازنده خوبی هستی، گیتار دستم مشکل نداشت، خوب میزدی. تنها ایرادی که تو صدات دیدم نبودن تحریر خیلی احساس میشد و تحریرات یه ذره سخته تحریر بزنی، روشون بیشتر کار کن، یعنی ضعف صدات تحریر فقط، و چون از پس مثلا تحریر خیلی راحت نیستی و درست بر نمیای، خیلی صداتو میکشی و این به نظرم یه ذره بورینگ میشه. بورینگ میشه، حالا انگار مثلا خیلی انگلیسیم خوبه، یه کلمه بورینگ یاد گرفتم، یه ذره یک نواخ میشه و باعث خسته شدن مخاطب میشه. فراز و نشیبای صدات خوب بود، کاملا داد میزدی، از صدات استفاده میکردی، این خیلی خوب بود. پوان مثبت صدات و پوان منفی و اون قسمت که میتونه ضعف برای تو محسوب بشه، فقط نبودن تحریر، رو تحریر کار کن. تحریر خیلی میتونه اجرات قشنگتر بکنه، زیباتر بکنه. تو اینقدر به قول معروف خوب میزنی، خوب میخونی و صدات خوبه و رنگ صدای جالبی داری و داری رعایت میکنی اکثر چیزا رو، این نبودن تحریر خیلی میتونه آزاردهنده باشه و یک نواخ باشه. اجرات اجرای خوبی بود. بریم نفر بعدی. وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار ناز. بچه ها یه چیزی هم بگم، ایشون با میکروفون رکورد کرده ولی هیچ افکتی رو صداش نیست، چون دارم این هدفون آهنگسازی خیلی کوچولوئه ولی خب خیلی هدفون خوبیه، هیچ افکتی رو صداش نیست، یه ریورب خیلی ریز داده، ولی خب اون جزء افکت های درست کردن صدا نمیشه، محسوب نمیشه، خیلی کمه. و اینکه داره لایو میخونه، اینم بگم که خیلی افکت نکنه رکورد شده است، من خودم همه اینا رو آنالیز کردم قبلا، برای کسایی میگم که مثلا ممکنه بیان بگن رکورد شده چرا گذاشتی تو، مگه نگفتیم قبول نیست فلان. و اینکه این لایو شهر دور که از همه دنیا میاد، تا وقتی که دروا میشه
لحظه دیدن میرسه، هرچی که جا دست رو زمین به سینه من میرسه. ای که توی همه کسم، بی تو میگیره نفسم. اگه تو رو دا اجراد اجرای خوبی بود، خیلی من صدای نفستو میشنیدم. یعنی اینو خیلی انجام میدهی تو میکروفون، کاش یه ذره فاصله میگرفتی، ولی در نهایت صدای خوبی بود، تحریر خوب بود، احساسات خوب بود. یه ذره احساس صورتت کار کن که بتونی با صورتت اینو یه ذره بازی کنی که بتونی احساسو منتقل کنی. اجرای خوبی بود از نظر من. آره اجرای خوب بود، شما میتونی بخونی و خوب بود. یاد چیز افتادم، یاد سندی افتادم تو استیج. شما نمیتونی بخونی عزیزم، شما خواننده نیستی، شما کپی میکنی. متوسط رو به خوب بود به نظر. تو رو میچیدم جلو چشم، میساشتم تو میدیدم روز سفید من، ولی خوش میشی پیش من. نایس. تو رو میکشتم وسط قلبم، نمیذاشتم یه برگ بشه ازت، یه روز سفید من، تو خوش میشی پیش من. خیلی کوتاه بود، دوست داشتم بیشتر بشنوم، ولی قشنگ بود اون چیزی که خیلی احساسی بود، زیبا میخوندی، خیلی صدات کم بود. البته این آهنگ نیست خیلی به قول معروف داد و هوار داشته باشه، ولی خب دوست داشتم. این اجرای خوبی بود، ضعفی ندیدم به اون شکل. فقط تنها چیزی که بود یه ذره آروم میخوندی، ولی خب این استایل و سبکته، ولی ترجیح میدادم بیشتر بلندتر بخونی. نمیدونم چیه قضیه، ما ایرانی ها خیلی گرایش داریم به اوج خوندن، میدونی؟ نمیدونم یه چیزی تو مونه دیگه. بعضی وقتا دوست داریم مثلا داد و بیداد بشنوی تو آهنگ و احساس میکنیم کسی که داد بزنه و بلند بخونه خواننده است. اینجوری نیستش بچه ها، خیلی سبکشون مثلا جوریه که خیلی آروم میخونن، خیلی به قول معروف احساسی میخونن، مثلا مازیار فلاحی یا مثلا بابک جانبخش، با اینکه اونا هم اوج مثلا خوندن رو میتونن بخونن، ولی خب سبکشون یه سبک احساسی اسلو آرومی. هر کی یه سبکی داره، میدونی چی میگم؟ یعنی خیلیامون بعضی وقتا توقع بیجا داریم از یه سری خواننده. یارو خواننده سبکش اینه، مخاطبای خودشو داره، ولی بعد مثلا یه نفر میاد میگه تو که نمیتونی اوج بخونی، برو ببینم بابا تو خواننده نیستی. نه درسته که خواننده باید بتونه بهترین شکل خودشو ارائه بده، ولی خیلی ها سبکشون اینه. اینی که هر کی سبکی داره هنوز جا نیافتاده تو ایران و داره خیلی بهتر میشه و بیشتر دارم متوجه میشم. ولی در نهایت اجرای خوبی بود، من دوست داشتم احساس کنم. نفر بعدی. یه پنجره با یه قفس، این تحریر رو دوست داشتم. کنم سنت هم کم باشه، خوب بود، آفرین. شب که مثل مرسیه تو که انقدر زیبا میخونی، انقدر زیبا تحریر میزنی و انقدر صدات قشنگه، چرا انقدر از سیمای پایین گیتار استفاده میکنی؟ گیتار کلا 6 تا سیم داره، سیمای پایین و 3 تاشو بهش میگن تریپل که جنسشون پلاستیکی اکثرا، گیتارای کلاسیک 3 تا سیم بالا که حالت چیز داره، یه ذره فلزی داره، یعنی یه نوار فلزی کوچولو، حالت سیم مفتول خیلی نازک دوره کشیده شده، بهش میگن سیمای بیس. خب باس یا بیس بعد جلسه اول آموزش گیتار. و خیلی داشتی از سیمای پایین استفاده میکردی و این خوب نبود و داشت اجراتو خسته کننده میکرد. صداتو من فقط سعی میکردم گوش بدم، ولی ساز زدن خیلی تاثیر گذاره. بیشتر سعی کن رو ریتم نوازید از تمام سیما استفاده کنی یا از سیمای مثلا 4 به بالا هم استفاده کنی و بیشتر سعی کنی با کل گیتار بزنی تا اینکه فقط سیمای پایین. تو گیتار زدنت بیشتر کار کن و سعی کن با همه سیما استفاده کنی. صدات هیچ ایرادی نداشت، دوست داشتم. دو زیری آسمان نایس آرزو سو دارم تنهاییامو پرواز و دیری بار و پرت رفت خاطره همون
از خاطرت رفت، تنها نذار این دیوونه را، خالی نکن تو این خونه را، وقتی نیستی واسه کی بخونم، تو نباشی اجرای خوبی نبود، تا تایی که آهنگو تمرین نکرده بودی، خیلی حواست پرت آکوردا بود و دوستش هم حداقل مثلا تمرین زیاد داشته باشی روی آهنگ و آکورداشو حفظ باشی که برات حواست پرت خوندن باشه بیشتر تا پرت آکورد عوض کردن. اجرای خوبی نبود به خاطر که خیلی بیحال بودی، بی انرژی بودی، آهنگ انتخاب کرده بودی که به هیچ عنوان تحریری نداره، تو ورژن اصلیش هم که فکر می‌کنم سیروان خونداره یا زانیار نمیدونم، سیروان خسروی نمی‌خونه، اصلا تحریری نه، بیشتر رو جنس صدا میچرخه، چون جنس صدای سیروان خیلی پخته و قشنگ و باحاله، بیشتر اصلا یعنی که حواست اصلا به این نمیفته که چرا تحریر نمیزن. تنها نذار این دیونه رو، مثلا این بازم خود من صدام چون عادت کرده به تحریر بازم تحریر میزنم، ولی خب اون خیلی صاف میکنه. این دیوونه رو، تو میگی چی میگم، اون جنس داش خیلی قشنگه و اینو میکشه، نه اینکه من جنس داشم قشنگ باشه، نه، اون چون جنس داش قشنگه اون میکشه، میتونه که این کارو بکنه، ولی شما چون هنوز جنس داد پخته نشده و خیلی مبتدی هست هنوز، این آهنگ انتخاب اشتباهی بود به نظر من، واسه همین باعث شد که اجرات ضعیف بشه. عارف توی ذره هم شبیه کسی که پاره تنم بود نیستی، تو عوض شدی که حالا سر هیچ پوش روم با میسی، ته چشمات امروز بله یه خورده ساز بودم، کمترین حق منه، من که با هات فال شد آکورد، این همه رو راست بودم. جنس صدات خیلی خوبه، حتما جدی بگیر، فقط یه چیزی متوجه نشدم، ببین تو تحریر زدنت سخت بود برات و سخت تحریر میزدی، احساس میکردم خیلی داری فشار میری به حنجرت، ولی بدون تحریر میتونستی با جنس صدا، دقیقا همون قضیه که برای نفر قبلی چیز شد، صدات پخته است، یعنی صدای پخته شده و قشنگی داری، مدل صدات، این تون صدات و رنگ صدات قشنگی دلنشینه، مثل کی میتونه بگم، مثلا میتونه میکس محمد علی زاده و بهنام بانی میشه صدای تو. به نظرم جنس صدات جدی بگیر، حتما روش بیشتر کار کن، رو تحریر به شدت کار کن، خیلی ضعف داری رو تحریر، رو آکورد گیری و گیتار زدن هم کار کن که آکوردا رو فالش نزنی، چون اجرا رو داغون میکنه کاملا. کاش مثلا چند بار ضبط میکردی، میدونی چی میگم، مثلا من وقتی خودم مثلا یه جاهایی رو خراب میکنم اتفاق پیش میاد، هممون همین اتفاق، کسایی که گیتار میزنن هیچ وقت نمیتونم بگم ما هیچ جا خراب نکردیم، نه، همیشه حتی استادا همه اکثرا خرابو میکنن، یعنی یه جاهایی دستشون درد میگیره یا یه جاهایی اصلا حواسشون نیست به گیتار، میخوان بیشتر مخاطب ارتباط برقرار کنن، آکورد اشتباه میزنن، این چیزا هست، ولی خب به نظرم نیاز به تمرین داره، بیشتر تمرین کن حداقل، و اینکه رو تحریر صدات هم بیشتر کار کن که اذیت نشی و ضعف داشتی رو تحریر، و امیدوارم که بهترش بکنی. اجرای متوسط رو به پایین بود به نظر، ولی جنس صدا به شدت باحال بود. بمون پای حرفم، میخوام تو بمونی، باشی کنار من تو جبر آسمونی، تو کل آکوردو اشتباه میگیره، به جای اینکه می مینور بگیره داره لا مینور میگیره، و بعد می مینور میگیره، اشتباه شروع کردی کلا از اینجا. گیتارت هم کوک نیست لعنتی، یا نباشی بیرون میشه قلبم، بیا اشتباه، دوست دارم باز باشم، من میخوام با هم بمونی، میخوام تو این قلب خستم بی تو من تنها نمونم.
خوبی نبود به هیچ وجه، چون اولی که آکورد اشتباه گرفتی، لا مینور رو نباید میگرفتی، باید می مینور میگرفتی، یعنی آکورد ای ام رو میگرفتی. نمیتونم خیلی نظر درستی بدم، خیلی خوش بودی، خیلی بی احساس بودی، خیلی رباتیک داشتی میخوندی و روی اینا کار کن، روی احساسات کار کن، از خشکی در بیای، ذره نرمتر باش، ذره آروم باش، خیلی یه ذره همه چی خوش بود. میدونی انگار یه آدمی رو میدیدم که یه گیتار گرفته دستش، دن دن چتن دن دن چتن نن 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 چتن دن دن، میدونی خیلی خیلی خوش بود. بیشتر روی این قضیه کار کن که احساساتی تر باشی، احساساتی تر که یعنی احساس کار بیشتر باشه. بریم برای نفر بعدی. به زلف تو قسم قسم، رسید عشق تو به جان من، به یاد تو نفس نفس بریدم از این قفس، زندان جهان من. عشقت چرا زوان من شد، رفتی دمت بایان من شد. Nice. از هر گناهی توبه کردم. این اجرا به نظرم اجرای متوسط خوبی بود، میتونستی خیلی بیشتر بازی کنی با صدا، چون دیدم میتونی تحریر بزنی. از هر گناهی توبه کردم، چشمان تو ایمان من شد. تو منم الان صدامو دوزیدم، متوجه شدین؟ میتونستی خیلی با انرژی تر باشی، انرژیت کم بود برای این آهنگ. بیشتر روی این کار کن که بتونی بلندتر بخونی، یه ذره صدات واضح تر باشه. میدونی چی میگم؟ دهن باز. اوکی. هیچ وقت نشد تنهایی رو یادم بدی، آخه یه لحظم نمیتونستی تو داشی. نایس. باور نکردی عشق منو واسه یه بارم، سرتو دازیدی. عیب نداره سب میکنم، سر میکنم با درد دوری تو سیگارم، دوست دارم از سر قلبم، برگرد و بیشترش نکن این درد و بدتر. مرسی از اینکه آهنگ من انتخاب کردی برای خوندن. در رابطه با اجرات، رنگ صدات خیلی باحال، احساسی میخونی و رنگ صدات دوست داشتم. خوب این آهنگ رو آکوردش رو فکر کنم بلد نبودی، دقیق یه ذره میزاناشو اشتباه داشتی میزدی، یه ذره شعر رو اشتباه داشتی میخوندی، یه ذره این چیزا بود، ولی در نهایت اجرای احساسی بود. من میخوام به صدات نظر بدم، کار به اینکه آهنگ منو خوندی ندارم بهش عنوان. اصلا این آهنگ من نیست، مثلا اصلا آهنگ من مثلا ننوشتم نساختم شده کاری ندارم. به صدات بخوام نمره بدم یا بخوام مثلا نظرمو بگم، این که صدات بیشتر نیاز داره به اینکه بپزه، بیشتر نیاز داره که کار بشه روش. داد زدن و خوندن به مرور زمان باعث پخته شدن صدا میشه. مثلا تو وقتی به صدات میفهمونی که من فقط تا اینجا میتونم بخونم، ولی در واقعیت توان صدات اینجاست، خب تو اینجا میمونی و وقتی بخوای اینو بخونی دیگه اون چیزایی که بلدی، اون کارهایی که کردی خراب میشه. یعنی تو میخوای رو اینجا تحریری بزنی، تهر رو میزنی، اصلا نمیتونی تحریری بزنی. ولی توان صدات اصلش اینه ها، میدونی چی میگم؟ ولی تو اینجا رو گفتی، من اینجا اوکی ام دیگه، من اینجا میترکونم، ولی در نهایت توان صدات اینه و باید رو این فوکس کنی. توان صدای تو اینجاست، اینجا نیست، تو اینجا وایسادی، رو این کار کن که بیاریش اینجا و رو اون بتونی کار کنی. اونجایی که رفتی تو اوجش، مثلا میگه دوستت دارم و اینا، اونجا دوست داشتم قشنگ بری بالا، یا اون قسمتی که میگه هیچ وقت نشد تنهایی رو یادم بدی، اصلا باید صدا از اینجا بیاد، یا فراگ باید باز بشه راحت صدا رو بدی بره بیرون. برای این قضیه کار کن، صدا تو اصلا ندوست، چون توان صدات زیاده. دمت گرم. امیدوارم که از این قسمتم خوشتون اومده باشه. بچه‌ها اگر از هر کی خوشتون اومد تو کامنتو بهش رأی بدید، رأیاتون خیلی مهمه تو مشخص شدن برنده این قسمتم. پر از تالنت بود، بازم رأی شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حتما از هر کسی خوشتون اومد بهش تو کامنت رأی بدید. یادتون نره اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید.
اینستاگرام هم فراموش نشه، شرکت مسیر تیو فالو بکنید داخل اینستاگرام، داخل یوتیوب سابسکرایبشون بکنید، از دوره یوتیوب رو هوشمند غافل نشید، به شدت به کارتون میاد، به دردتون میخوره و باعث میشه که هر کسی که میخوان یوتیوب رو شروع بکنن خیلی خفن و خوب شروع بکنن. دیگه لازم نیست که کلی بری سرچ بکنی، میدونی همه چی تو قالب یه دوره فشرده شده توسط اساتید خوب، تمام اساتیدی که داخلشن هر کدومو سرچ کنید داخل اینستاگرام همشون فالوورها خوب، مخاطبای زیاد و آدمای درست حسابی اومدن تدریس کردن، واسه همون خیلی تاکید میکنم روی این قضیه. از طرف منم برید با کد تخفیف نیک شاپ بهتون 30% تخفیف میدم با قیمت خیلی خوب میتونید تهیه کنید. راههای ارتباط با من سرتی تو دیسکریپشن هست. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو اومدید. مواظب زیباییتون باشید. بوس میکنم به چشمای شما که این ویدیو رو دیدید.